دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان در خصوص بازگشت کودکان نیروهای خارجی داعش به این کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هانس گوئرک رئیس دفتر حفاظت از قانون آلمان با اشاره به بازگشت زنان و جوانان وابسته به تکفیری ها از مناطق تحت کنترل سنی‌های تندرو در سوریه و عراق به این کشور گفت: کودکان داعشی در مدارس تحت کنترل داعش مورد شستشوی مغزی قرار گرفتند و بسیار افراطی شدند او ادامه داد پس از اینکه داعش عمده سرزمین های اشغالی خود در عراق و سوریه را از دست داد برخی از مقامات آلمان نگرانی خود را از بازگشت زنان و کودکان نیروهای خارجی داعش به آلمان اعلام کردند هانس گویر ماسن افزود ممکن است سرویس اطلاعات داخلی کشور با مشکلاتی مواجه شود کودکان شستشوی مغزی شده و افراطی داعش مشکلی بزرگ محسوب می شوند زیرا ممکن است این کودکان و نوجوانان روزی خطرناک شوند همچنین به راحتی میتوان زنانی که همسرانشان داعشی بوده اند را افرادگرا دانست این زنان نیز ممکن است در برخی مواقع یک تهدید باشند زیرا زنانی که در مناطق تحت کنترل داعش زندگی کردند معمولا بسیار رادیکال هستند و ایدولوژی داعش را به خوبی میدانند البته این بدان معنا نیست که همواره و در همه حال آنها متعهد به انجام حملات تروریستی هستند اما باید بر این زنان نظارت کنیم در سالهای اخیر 950 سال تبعی آلمانی برای مبارزه در کنار سنی های تندرو در عراق و سوریه آلمان را ترک کردند که حدود 20 درصد از آنها زن بودند در حال حاضر بخشی از این افراد کشته شدند و یک سوم آنها به آلمان بازگشتند اما هنوز موج گسترده بازگشت مردان داعشی به آلمان شروع نشده است